روز قیامت در چه زمانی اتفاق می افتد؟ شاید این سوال ذهن خیلی از ماها رو به خودش مشغول کرده باشه، ولی جواب دقیق اون رو کسی جز خدا نمی دونه. در قرآن به چندین علامت که قبل از قیامت اتفاق می افته اشاره شده. این علامت ها دو بخش هستن، علامت های کوچیک و علامت های بزرگ. قبل از تماشای این ویدیو چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با چنل ایسا تیوی همراه شوید. از علامت‌های کوچیک شروع می‌کنیم. موضوعی که در این ویدیو عرض می‌کنم در کتاب‌های معتبر و احادیث شریف ذکر شده. من این احادیث‌ها رو مجبور نیستم یک به یک به شما ذکر کنم، فقط متن حدیث رو براتون می‌خونم. شماره 1، مرگ حضرت محمد و خلفای راشدین. شماره 2، وقوع جنگ جمل. شماره 3، خوردن مشروع. شماره 4، زکات را به سختی دادن و یا اصلاً ندادن. شماره 5، در مسجد با صدای بلند حرف زدن. شماره 6، خیانت کردن در امانت. شماره 7، به تخت نشستن آدم‌های پست در امورات اداری. شماره 8، بیرون شدن خوانندگان زن در جامعه اسلامی. شماره 9، لعنت کردن نسل جدید به نسل قدیم. شماره 10، اطاعت کردن به زن و بدرفتاری کردن به مادر. شماره 11، ظاهر شدن و زیاد شدن فتنه و بدعت. شماره 12، پوشیدن لباس‌های گلدار توسط مردان. شماره 13، ظاهر شدن پیامبران دروغین. شماره 14، فتح شدن مسجد الاقصا. شماره 15، حمله به مکه و بلند کردن حجرالاسود از جایش. شماره 16، زیاد شدن زنا در بین انسان‌ها. شماره 17، از بین بردن قانون منع کردن کارهای حرام در بین مرد و زن و به جایش زیاد شدن واسطه کارهای حرام. شماره 18، قبول نکردن قوانین توسط جوانان و انجام کارهای غیر اخلاقی و گناه توسط آنها. شماره 19، ترک شدن امر به معروف و نهی از منکر، یعنی امر به کارهای خوب و نهی از کارهای بد. شماره 20، رفتار زنها بیرون از جامعه اسلامی و رول بازی کردن هر قسم از کارهای بد. شماره 21، بدی کردن در قبال خوبی. شماره 22، زیاد شدن مشقتهای دنیوی و کم شدن راحتی. شماره 23، زیاد شدن ظالم و دروغگو و کشیدن مردمان از راه درست. شماره 24، برادرکشی در جامعه اسلامی. شماره 25، حیله کردن در ترازو. شماره 26، قدرتمند شدن فاسق و منافق و شریف شدن جاهلان. شماره 27، زیاد شدن پلیس‌های مخفی و ماموران لباس شخصی در حکومت. شماره 28، رشوه گرفتن حاکمان. شماره 29، قسم خوردن زیاد با نام خدا. شماره 30، شبیه شدن مردان به زنان و شبیه شدن زنها به مردان. شماره 31، تطبیق نشدن حکمهای خداوند به جزای اعمال زنا و قتل و دزدی. شماره 32، خیانت کردن رئیسهای یک دولت به بیت المال، یعنی خیانت دولت به مال دولت. شماره 33، ظالم شدن ماموران. شماره 34، گناه کردن قاری قرآن به صورت نمایان. شماره 35، زودرنج و خشمگین شدن کودکان. شماره 36، زیاد شدن مرگ ناگهانی. شماره 37، زیاد شدن طلاق. شماره 38، استفاده شدن هزینه های دولت به کارهای شخصی آدم های زورمند. شماره 39، مثل شب سیاه به وجود آمدن سیاهی. شماره 40، کسی در حال عبور از کنار قبر به خودش میگوید که کاشکی من داخل آن قبر بودم. شماره 41، کم شدن مسافه به خاطر وسایل نقلیه. شماره 42، به خاطر راست گفتن از کار بیکار شدن، یعنی از کار اخراج شدن. شماره 43، ترک شدن کارهای اسلامی و رو آوردن به کارهای بیهوده و عیب. شماره 44، دین اسلام فقط روی زبان و فقط روی قرآن ماندن و زیاد شدن حرص مال دنیا. همانطور که میدانید این علامت ها رو هرگز نمیشه انکار کرد، چون یک به یک به حقیقت پیوستن.
حالا علامت‌های بزرگ قیامت کدام‌ها هستند؟ حالا میریم سراغ علامت‌های بزرگ که هنوز به حقیقت نپیوستند و در احادیث مختلف ذکر شدند. از حضرت حذیفه روایت است که ما با چند صحابه در کنار دیوار نشسته بودیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اتاقش بیرون آمد. وقتی ما را دید گفت: دارید چه کار می‌کنید؟ ما هم گفتیم: در مورد علامت‌های قیامت بحث می‌کنیم. بعد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفت: تا این 10 علامت قیامت را نبینید هرگز قیامت نخواهد شد. خب این 10 علامت چیا هستند؟ 1. هر وقت خورشید از مغرب طلوع کرد. 2. ظاهر شدن دود سیاه. 3. دجال. 4. دبه. 5. فرو رفتن زمین در مشرق. 6. فرو رفتن زمین در مغرب. 7. فرو رفتن زمین در سرزمین عرب. 8. ظهور حضرت عیسی علیه السلام. 9. ظهور شدن یعجوج و ماجوج. 10. ظاهر شدن آتشی که از یمن خارج می شود و مردم را به سوی محشرشان می کشند. به غیر از این لیست، ظهور کردن دجال اسلامی و ظهور حضرت مهدی را هم خبر داده است. بزرگان اسلام این علامت ها را هم از علامت های بزرگ قیامت می دانند. حالا این علامت ها را تک به تک نگاهی می اندازیم. دجال یکی از علامت‌های بزرگ قیامت است. خیلی دجال‌های کوچک ظهور می‌کنند، اما فتنه‌های دجال بزرگ خیلی وحشتناک خواهد بود. از حضرت آدم تا همه پیامبران خواسته شده که در مقابل این شخصیت وحشتناک دقت داشته باشند. دجال با جادو و سحرش حق را با باطل به هم می‌زند. انسان‌ها را فریب می‌دهد و گمراهشان می‌کند. 4 طرف دنیا را دور می‌زند. فتنه‌های خود را پخش می‌کند. ولی خداوند به هیچ وجه اجازه داخل شدن به مکه و مدینه را به او نمی‌دهد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ما خبر داده است که یک چشم او کور خواهد بود. پایین آمدن حضرت عیسی علیه السلام به روی زمین. یکی از علامت‌های مهم قیامت پایین آمدن حضرت عیسی علیه السلام به روی زمین است که به احادیث شریف آمده است. بعضی از علما در قرآن به این علامت اشاره می‌کنند. در این آیات عیسی علیه السلام یکی از علامت‌های قیامت است. به این هیچ شک نکنید و از ما پیروی کنید که راه راست است. حضرت عیسی علیه السلام بر روی زمین پایین می‌آید و به شریعت اسلامی عمل می‌کند و به دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تابعیت می‌کند و به او امت می‌شود. در آن زمان نور قرآن کریم همه جای دنیا را فرا می‌گیرد. در روی زمین رفاه و آسایش و برکت خواهد شد و به 4 طرف دنیا قانون خداوند حاکم می‌شود. مؤمنان از مظلومیت به حاکمیت می‌رسند. در روایت‌ها آمده است پایین آمدن حضرت عیسی علیه السلام به شام و پشت سر حضرت مهدی نماز خود را ادا می‌کند و در قدس مقابل دجال می‌ایستد و او را به قتل می‌رساند. ازدواج می‌کند و بعد از 40 سال زندگی وفات می‌کند و مؤمنان او را نماز جنازه می‌کنند و در مدینه در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دفن می‌شود. همه اینها ذکر شده است، ولی با این حال خداوند خودش بهتر می‌داند. حضرت مهدی. احادیث زیادی در مورد حضرت مهدی وجود دارد. از این احادیث مشاهده می شود که ایشان از نسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهند بود و همه امت را یک جا جمع می کنند. در زمان ایشان مسلمان ها در وضعیت حاکمیت خواهند بود و هیچ ظلمی در دنیا نخواهد بود. ظهور حضرت عیسی و ظهور مهدی فقط به خاطر مسلمانان نیست، بلکه به خاطر انسانیت و روزهای خوب و خوبی ها خواهد بود. به گفته بعضی از علمای دین به آن روزها نزدیک شده ایم. عالم به روزهای ظهور دارد نزدیک می شود و در چند سال اخیر بعضی از علائم ظهور به حقیقت پیوستند که این اتفاقها انشاءالله مجدی ظهور خواهند بود. ظهور دبت الارض. ظاهر شدن دبت الارض در زمین یکی از بزرگترین علامتهای قیامت است. هنگامی که فرمان وقوع قیامت فرا می رسد، دابه را از زمین برای مردم بیرون می آوریم که با ایشان سخن می گوید. به راستی مردم با آیات ما ایمان نمی آورند. دابه یک مخلوق بزرگی است که شبیه حیوانات است و دست و پا دارد و پشمالو است. مسلمانان را از کافران جدا می کند و به مسلمانان کاری ندارد و مثل کرم درخت به وجود کافران داخل می شود و وجودشان را می خورد.
ظهور یعجوج و ماجوج. خداوند در سوره انبیا آیه 96 و 97 می‌فرماید تا زمانی که یعجوج و ماجوج رها می‌گردند و شتابان از هر بلندی و ارتفاعی می‌گذرند و موجب پریشانی و هرج مرج در زمین می‌گردند، در این هنگام وعده راستین خداوند که روز قیامت است فرا می‌رسد و به ناگاه چنان وحشت کافران را فرا می‌گیرد و چشم‌هایشان را از حرکت ایستاده و فریادشان بلند می‌شود که ای وای بر ما از این روز غافل بودیم، بلکه ما به خود ظلم کرده ایم. و به گفته بعضی از مفسرها قوم یعجوج و ماجوج بی انصاف و بی وجدان و قدددار و توهکارند، دشمن انسانیت و مؤمنان هستند و به هیچ چیز رحم نمی کنند. وقتش که فرا رسید به میدان بیرون می شوند و خون بیگناهان را می ریزند و در زمان ظهور حضرت عیسی بیرون می آیند و بعد خداوند آنها را هلاک می کند و با طوفان و باران وجودشان را از روی زمین پاک می کند. در قرآن آمده است که در سد ذوالقرنین مخفی می شوند و آن سد را می شکنند و قوم یعجوج و ماجوج بیرون می آیند و اینکه سد ذوالقرنین در کجا واقع شده است هیچ کس خبر ندارد. ظاهر شدن دود سیاه. ظاهر شدن آتش و دود سیاه در روی زمین یکی از علامت‌های بزرگ قیامت است. به مسلمانان این دود سیاه مثل هوای آلوده و مه آلود ظاهر می‌شود، اما برای کافران و مشرکان و غیره مثل سم کشنده ظاهر می‌شود و از دهانشان داخل شده و گوش‌هایشان را سوراخ کرده و بیرون می‌آید. ظاهر شدن آتش بزرگ از کشور یمن را هم یکی از علامت‌های بزرگ قیامت ذکر کردند. این آتش همه انسان‌ها را به طرف مکه و مدینه جمع می‌کند. به بعضی از احادیث آمده است که این آتش طوری است که گردن شترهای بصره را نورانی می‌کند. طلوع کردن خورشید از طرف مغرب یکی از بزرگترین علامت‌های قیامت است. شاید دیگر علامت‌های قیامت به همه معلوم نشود، اما این علامت به همه انسان‌های روی زمین معلوم می‌شود. در این هنگام دروازه توبه بسته خواهد شد. حالا چند علامت کوچک قیامت که به شخص آدم ربط دارد، مثل شنیدن خبر فوت و رفتن به جنازه و سفید شدن مو و پیری و از دست دادن نیروی بدنی و مریضی و فشار خون و غیره. علامت بزرگ خصوصی قیامت این است که هر وقت حضرت عزرائیل به سراغ آدم آمد و روح آدم را قبض کرد و جانش را گرفت، آن وقت قیامت بزرگ برای آن شخص خواهد بود. امیدوارم تا لحظه مرگمان این علامت ها را در ذهن داشته باشیم و از دستورات خداوند غافل نباشیم. خیلی ممنون که این ویدیو را تا آخر تماشا کردید. خداوند همه ما را به راه راست هدایت کنه. آمین یا رب العالمین. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر برای یکی از این ویدیوها کلیک کنید.